آقای سید صلاح الدین سیدی آگاه امور سیاسی و سید محمد حلوی استاد دانشگاه با ما هستند تا در مورد این که قرار است تا 15 روز دیگر نیروهای آمریکایی 4 پایگاهشان را ترک کنند و به نیروهای افغان بسپارند و شماری از جنرالان بازنشسته و آگاهان نظامی از بیشتر شدن جنگ در افغانستان هشدار دادند. بحث بیشتر با مهمانان میگیریم. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز به بحث امروز برنامه آغاز روز. در نخواست آقای سعیدی میخواییم از شما بپرسم که چقدر این کار ترک این پایگاه ها در هماهنگی با نیروهای امنیتی و نهادهای مسئول صورت گرفته؟ تشکر. سلام خدمت شما مهمان عزیز و بیننده های محترم. مطمئنا در این راستا هماهنگی معینی وجود داره. ما معتقد هستم که چنین کاری باید وجود داشته باشه، اما بالاخره باید سربازای خارجی از این وطن به وطن خود برگرده و این مرحله باید در یک زمان معین صورت بگیره. ای که حال صورت میگیره و هماهنگی معین باید وجود داشته باشه یک امر طبیعی هست، اما کیس های انفرادی فرق میکنه، در موارد شاید صورت گرفته باشه و در موارد نه. اما جزئیات مسئله را مطمئنا مسئولانه باید در ریاست توجه. شکر. بله آقای حلوی، میخوایم از شما بپرسم که چه فکر میکنید که واقعا در چنین شرایط و در چنین زمان ترک این پایگاه ها میتونه که به چه معنی باشه و چقدر واقعا تغییرات مثبت و یا هم منفی را در افغانستان به وجود بیاره؟ به نام خدا که همه ستایش ها ویژه اوست، تشکر میکنم از شما. من تعجب میکنم که یک دولت برنامه نداره و هر وقتی که یک وضعیت آنن میاید یک تصمیم میگیرند که بسیار غلط است. در حالت طبیعی مگر 20 سال نمیشه که مشکلات ما در افغانستان هستیم، مگر دولتی وجود نداره، وزارت دفاع وجود نداره که برنامه داشته باشه ما تا به کی نیروهای خارجی در یک کشور باشه. یه باید قبلا دولت مردان برنامه میگرفتن استپ به استپ، قدم به قدم، که در راستای در تمام مسائل های صلح، جنگ، حکومت داری، همیشه وقتی که از طرف بیرون ها یک گبی میشه دولت سراپا و خطا میشه، یه برنامه ریزی میکنه، برنامه صلح، برنامه تمام. این خروج به نظر من باید دولت قبلا، ما یا خود همیشه خانه خود خانهشون نیست که میشه اینجا بانن و آمدن وار، ما نگفتیم که بیان، خودشان آمدن خودشان هر وقت بخواهن میرن. اما ما برای که بتانیم در کشور خود امنیت بیاریم باید دولت و وزارت و تمام نیروهای مسلح افغانستان باید برنامه می داشت در هر سال. بله ما امسال 5% موفق شدیم، سال دیگر 10% ارزیابی می شود که ما تا وقتی که بدونی که این نیروها در وقتش برن ما باید برنامه می دادیم که برای 5 سال بعد ما آمادگی داریم که نیروهای خارجی باید خارج شود. ما دیگه نیاز نداریم که متاسفانه دولت از بس که در اریکه قدرت نشستن و برای حفظ فقط قدرت خود و تیم خود هیچ برنامه دارن. آلیم به نظر من هر وقت بخواهم اونان که آمدن ناخودآگاه آمدن هر وقت دلشان بخواهم میرن و آلیم من فکر میکنم که ایتون افغانستان هم به این شکل رهانه میتن، به شکلهای دیگه تغییر میشه، اما نگاه دارن و این رفت آمدهای مقطعی است. ما 20 سال از درام میگن که ما میرویم، اما معلوم نیست که یا چی وقت میرون. هنوزم مبهم و نامعلوم است، اما این وظیفه دولت بود که آمادگی میداشت و بدونی که وحشت و ترس، بسیار وحشت و ترس در بین مردم ایجاد شده، باید دولت اطمینان بده، ارقام بده، دولت اطمینان بده با پلان تدابیری که قبلا باید میداشت که و عملا نشان میداد که متاسفانه دولت در راستای جنگ و صلح برنامه نداره، آنن تصمیم میگیره. به همین خاطر ما مطمئن هستم گرچه ما نمیخوایم که این نیروها دیگه اینجا باشن، اما اینمی باید برنامه میشد بهتر است، هماهنگی با دولت میشد، هماهنگی با نیروهای مردمی میشد. دیگر متاسفانه که نظر ما ایست که همین طور است، دولت همیشه مسئول است. بله آقای حلوی، چه فکر میکنید که باید دولت چه طرحی را روی دست میگرفت یا در حال حاضر ایجاب میکنه که آنان چه طرحی را روی دست بگیرند تا نتونه که جای خالی از این نیروها احساس شود؟
آقای رئیس جمهور هر روز لافای بسیار کلان میزنه و هر روز تبدیل و تبدیل در میره در اردو و در امنیت و در دیگر. ما از رئیس جمهور و دستاندرکاران دولت میخوایم که به زودترین فرصت اطمینان بده و اطمینانش مستند باشه که مردم ورخطا نشه و نیروی امنیتی در مجموع تمام نیروها اعلان بکنه که ما حضور داریم و هیچ باکی نداریم از رفتن خارجی‌ها در این کشور و دولت با امکاناتی که داره میتونه باید عملا نشان بده و با رفتن این مراکز ها آنن جای به جای شود نیروها در این جاها و بر مردم اطمینان بده. اگر اطمینان نده عملا اطمینان بده، نه ای که هر روز یک جای را از دست بده. ببینید ما هر روز جنجال داریم، پیشگیری نداریم، کشف درست نداریم. ما اگر در جنگ پیش نباشیم صلح را می بازیم که باخته ایم. دولت بایست به شدت به ارتباط مسائل نظامی در تمام ولایت افغانستان حالت اضطرار اعلان بکنه و تمام نیروهایی که وطن را دوست دارند و توکل به خدا دارند در تمام قریه ها و ولسوالی ها از حالت که در وزارت ها تمام نیروها و جنرال ها در وزارت ها شیشتن قرار دب کردن، برن همه شده در سنگرها بفرستن. این احزابی که تمام امکانات از دولت میگیره برای چی است؟ همه شده بفرستن در ولسوالی ها در مناطق ازشان ایفای وظیفه بگیرن، پولهای مفر به نام مردم، به نام بازماندگان شهدا، به نام زن، به نام حقوق بشر خوب میگیرن این جریان های سیاسی و رهبران. همه اینها را باید بفرستن، باید از نظام دفاع بکنن. همه جریان های سیاسی که سنگ ملت را همیشه به سینه خود میزنن، دولت موظف است که اینها را یا در همه مسیر لاف بزنن، اینها را و تمام نیروهای نظامی را از حالت سکون به حالت اضطرار و در تمام مناطق افغانستان بسیج کنن و در حالت هجوم بگذارن که یک دفعه معلوم شود که قدرت نیروهای مسلح و رئیس جمهور که مسئول است، سرقمندان اعلای قلهای مسلح است. تشکر آقای حلاقی. بله دوباره به شما برمیگردیم. بله دولت قدرت داره، در غیر صورت نخیر میبازه دولت. بله دوباره به شما برمیگردیم آقای الوی. آقای سعیدی میخوایم از شما بپرسم که واقعا چرا تا کنون حکومت طرح نداشته برای از اینکه این نیروها اگر بیرون شوند یا خارجی ها آمریکایی ها پایگاهشان را ترک بکنن، افغانستان را ترک بکنن؟ منتظر هستیم درست زمانی که میخواین که کاری را انجام بدن یا این نیروها افغانستان را ترک بکنن، اون زمان است که تهدیدها وجود می داشته باشه، خطرها وجود می باشه، مردم نگران می باشن که حکومت بالاخره چه خواهد که چرا از قبل برنامه ریزی درست وجود نداره؟ تشکر. ما فکر میکنم که در رابطه با صلح زمانی بود که حکومت برنامه نداشت، اما حکومت طرح داره و اعلان کرده. ما فکر میکنم که وزارت دفاع در این راستا آمادگی داره. ما فکر میکنم که جناب رئیس جمهور در این راستا و وزارت دفاع در این راستا برنامه های مشخص را، بیانیه های مشخص را، موازی مشخص را اعلان کرده. اعلان سپهبری و به اصطلاح رفتن به جبهات و ایجاد تشنج فکر میکنم مناسب نیست. آمادگی لازم باید گرفته شود، شواهد نشان میده که گرفته شده. در این راستا ایجاد تشنج کردن از این جانب همی که آقای دکتر اشرف غنی اعلان میکنه که ما امکانات معین نظامی داریم، کماندوهای ما چنین هست و چنان و نظام سقوط نمیکنه، ما در این راستا آمادگی داریم. من فکر میکنم که در این راستا هر چقدر کار شوه باز هم مسئله نسبی هست، اما برای جنگ و صلح تصمیم گیری با در نظر داشت شرایطی که طالب چه نوا برخورد میکنه، امریکا چه نوا برخورد میکنه، پاکستان چه نوا برخورد میکنه، ما هر نوا برنامه بسازیم و موازی و موقف اونها را به اصطلاح ندانیم که پاکستان چه نوا برخورد میکنه در این راستا و اکثرا از خود برنامه بسازیم. در برنامه های وجود داره وزارت دفاع و امنیت دولتی و در راستا
اعلامیه های وجود داره. ما فکر میکنم که گذار از این مرحله مرحله سخت هست، تشویش های وجود داره، اما شواهد چنین نشان میده امکاناتی که در دست است همه به کار گرفته شده تقریبا، اما باز هم باید بیشتر شود دقیق است. اما ای که هیچ چیزی نداشته باشه ما به این موافق نیستم، چون این چیزهایی وجود داره و ما تعقیب میکنیم که داره. شکر. بله آقای سعیدی، چه فکر میکنید که حالا شماری از آگاهان نظامی و کسانی که در راستای امنیتی تجربه دارن هشدار از این دادن که در حال حاضر شاید جنگ دامنش گسترده تر شده و تلفات غیر نظامیان نظامیان بیشتر شده، فکر میکنید که چنین چیز پیش بیه؟ مطمئنن آنهایی که به این معتقد هستن که الحق لمن غلبه، حق با کسی است که غالب شود، با مذاکرات صلح حاضر نمیشن. پشتیبانان بین المللی و منطقویشان منظور ما پاکستان هست در راستا برنامه های جنگی داشته باشه، با مذاکرات صلح نیاین، مطمئنا جنگ قوت پیدا خواهد کرد. اما مردم افغانستان در عدم وجود نیروهای خارجی فشار بیشتری از جنگ را متحمل خواهد شدن کاملا قابل پیش بینی هست. اما ما باور دارم محاسبه را که دشمنان مردم افغانستان، دشمنان صلح کردن که از جنگ به هدف خود خواهد رسیدن، زمان ثابت خواهد ساخت که از محاسبه خطا هست. بله قربانی خواهد بود، بله جنگ خواهد بود، اما این مرحله باید به نحو تنظیم شود، چنانچه سپارش میکنند که از این باید موفقانه و کامیابانه عبور بکنیم و ما باورمند هستم که نیروهای افغانستان در راستا تدابیر نیروهای امنیتی افغانستان تدابیر و قوت لازم را دارند و آنهایی که به جنگ میخواهند به یک سلسله اهداف خود متوسل شوند و جنگ تشدید بتن نزد خداوند متعال و اصطلاح شرمنده خواهد شدن و نزد ملت و در نهایت امر قربانی های خواهد بود. بله خواهد بود، اما در نتیجه ملت افغان کامیاب خواهد شد و چنین برداشت دارم از مسئله. چطور؟ بله آقای حلوی، دوباره به شما برمیگردیم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا هشدار از این داده که بدون پشتیبانی آمریکا نیروهای افغان نمیتونن که میدانهای نبرد حفظ بکنن و یا هم حضور در میدانهای نبرد را حفظ بکنن و توانایی از رزمی نیروهای امنیتی کاهش خواهد یافت. اما رئیس جمهور غنی از این همه اطمینان داده و گفته که نیروهای دولتی توانایی حفظ نظام را دارن. چه فکر میکنید در حال حاضر چنین کاری صورت گرفته که تا مردم اطمینان پیدا بکنند که واقعا نیروهای دولتی توانایی حفظ نظام و توانایی حفظ میدانهای نبرد را دارند؟ من خدمت شما عرض بکنم که من یک وقت سرباز بودم که در دوره، گرچه من با جریان کمونیست ها موافق نبودم و حالا نیستم، باعث تمام بدبختی ها در افغانستان شد. ببینید در زمانی که پاکستانی ها حمله کردند سمت جلال آباد، نجیب در وزارت دفاع، من وقت سرباز اونجا بودم، نجیب آمد با وزیر دفاع، وزیر امنیت، رئیس عموم امنیت آمدند تا صبح هم یک روز مکمل نشستند و از همونجا از خود وزارت دفاع وقت در قصر دارالامان بود و نجات دادند جلال آباد. من پیشنهادم از رئیس جمهور جناب اشرف غنی ایست که برای بیرون برای و نیروهای رهبر بزرگان جنرالایی که واقعا کار میکنن پیش تاز نباشی ازت میگیرن. ما بایست نیروی نظامی داریم، مصرف شده، جوانای فعال داریم، کماندو میگن داریم، همه چیز داریم، از حالات قرار بایست براید. پیش از این که دیگران عمل کنن تمام نیروهای مسلح افغانستان، پیشترم گفتم، بایست رئیس جمهور خونه میشه خودش تفنگ بگیره، اما بایست انگیزه بده بره در سنگرها، از مشاورین دوروبر که قبلا داشته خودداری بکنه، اینها دولت را تباه کردن، از فکر خود کار بگیره و به بعضی، پیشترم گفتم، بعضی جنرال هایی که دلسوز بودن
نه اینکه مربوط جریان نبوده. بعضی ها ببینید کسایی که پیشتر گفتین آمده ترجمان بوده، آقا چند هزار دلار گرفتی، وقت کجا بودی که حالا میترسی که آمریکایی هم میره من چطور میشم؟ وقت اون هزار دلارش خوب بود. آره میترسی؟ این مردمی بیچاره که هیچ جایی نبودن، اینا کجا جایی دارن که تو میخوای با آمریکایی بگروزی که تو ترجمانم با آمریکایی بودی؟ وقتی که پولش خوردی آتشش، وقتی که از آتشش هم من دودش تو رو میگیرن. در نهایت باید دولت پیش قدم باشه، اما تو که حال پسمان است نشسته تا به دیگر را حمله بکنه. حالا چرا تو حمله نمی کنی؟ حالا تو چرا جو بجای نمی کنی نیرو؟ حالا تو چی نیروهایی که هستن یک تعلیم یافتن برای کیست؟ اما اگر اینها جان فدایی می کنن که نکردی در قسمت بازماندگان شهدای چه نظامی چه غیر نظامی جفا کردی و خدا اجازه را شما در اون می گیرن. جفا کردین، مردم سربازای ما شهید دادن، پایشان قطع شدن، یک روز خبر نگرفتید و امکانات را کلش با تیم خوردین و عیش و نوش کردین و به خارج بردین و پسرانتان را جای به جای کردین. اینها دل سردن، از این دل سردی باید دولت بره عذر بخواه، معذرت بخواه، از بازماندگان شهدا از آن بخواه که نیروهایی که فعلا داره با انرژی بجنگن، بفهمن که دولت در آینده از یا حمایت میکنه. وظیفه دولت است که از بازماندگان شهدا سر تعظیم بگذاره. این بازماندگان شهدا بود که اگر دولت بهش توجه میکرد که نکرد، که نکرد، مسئولن، مسئول همه جوابگو اینها هستند. مردم را دل سرد ساخته، مردم ایش یک تعداد مردم علاقه داره که تحول بیاید در دولت، دیگرها بیاید بشینه ولو ظالم باشه. هر دوی ظالم است، هر دوی ظالم است، این طرف هم ظالم است، او طرف هم ظالم است. ای و ای بیاید، مردم فقط میخوای زنده بانه. تو اگر میخوای زنده بانه، مردم اول در این برنامه مثل امام خمینی جام زهر بروش، اما مردم تنجات بته. بله، تشکر از شما آقای علوی، دوباره به شما برخواهیم گشت. اما آقای سعیدی، شما چه فکر میکنید که بیش از یک دهه است که نیروهای خارجی، نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور دارند و همواره نظامیان افغان و خارجی و مردم افغانستان قربانی میتن و تلفات میتن، فکر نمیکنید که در حال حاضر زمان آن رسیده که با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، مردم افغانستان در یک فضای مسالمت‌آمیز زندگی بکنند و بالاخره نتیجه و دستاورد حضور نیروهای خارجی و آمریکایی در افغانستان را ببینن، نه اینکه باز هم منتظر باشیم که بعد از این هم ما تلفات و قربانی‌های زیادی بتیم تا بتانیم که به چیزی که هدف مردم افغانستان هست برسیم؟ پس این حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان میتونه به چه معنی باشه که بعد از این هم مردم افغانستان بیان قربانی بتن؟ تشکر. ای که در افغانستان چه فرصت های بود و حاکمیت ها تا کدام حد وقت را ضایع کردن با حکومت داری بعد، ای که امسایه ها چی کردن، ای که نیروهای که در ای عرصه سهم داشتن کی ادا رسالت کرد و کی به ای وطن خیانت کرد، بحث طویل و عریضی هست. در مقطع‌های زمانی معین باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیره. واقعیتش ایست که ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی در این راستا با روش هایی که در پیش گرفتن وقت زیاد رضایی کردن. بحث طویل و عریضی هست. در 7 سال 8 سال اول به روانش و انتقام گیری متمرکز شدن و بعدا متوجه شدن که تنها به انتقام گیری نمیشه، در اینجا باید کار بیشتری صورت بگیره. واقعا در این راستا منابع زیادی به هدر داده شده و فرصت زیادی به هدر داده شده. نه ایالات متحده امریکا و نه مردم افغانستان و آن اهدافی که مطرح کرده بودن و رسیدن و کمودی های زیادی. ما در این مقطع زمانی مطمئنا مسئله ترجمانا یک بخش از تاریخ نظامیان در کل جهان هست، در هند برطانوی، در انگلستان و در همه جاها این مسئله مطرح بوده و صورت انفرادی و اندیویدوال حل شده که به نحو قابل فهم هست. ای که دولت افغانستان در این مقطع زمانی باید چی چیزهایی را بکنه، از نظامی های قبلی در کدام سطوح استفاده بکنه، به صورت انفرادی باید مطرح شود. ای که نظامیان دیروز و پریروز و همه روز ما میشنویم که ما
در تاکتیک های خود از حالت دفاعی فعال و حالت به اصطلاح دیگری باید برویم. این به صورت انفرادی باید مطمئنا حل شوه و در راستا باید توجه شوه، اما از استیج تلویزیون و بدون یک سلسله معلومات دقیق نظامی طرحهای نهایی را دادن و در این راستا برخورد احساساتی کردن، فکر میکنم که راه حل اساسی نباشه. افغانستان افغانستان است، ایران ایران است و کشورهای دیگر از خود چیزی دیگری را دارن. اما با در نظر داشتی ای همه، مطمئنا مائده از نظامیان برجسته افغانستان را میشناسم، جنرالهای را میشناسم که میتونن به افغانستان کمک بکنن و از فرصت ها باید استفاده شود. دقیق است، اما به صورت انفرادی و در کسهای متفاوت باید توجه صورت بگیره. ای که مردم افغانستان به صلح متوقعی که داشتن رسیدن نرسیدن به خاطر اینکه سیاست های غلط در رابطه با مصالح سیاسی و در دولت رابطه با دولتداری، در رابطه با یک سلسله پروژه های بزرگ از جمله انتخابات به شکلی که لازم بود صورت نگرفت، پولها و هدر رفت، امور به کسای سپرده شد که شایستگیش نداشتن. در تمام عرصه ها گفتنی های زیادی هست، اما در این مرحله ما باورمند هستم که نیروهای معین نظامی در افغانستان تشکیل شده، حکومت وجود داره که با تمام نواقص خود امیدواری های معین وجود داره و به این راستا باید انتقاد کرد، رساند و تدابیر گرفت. اما ای که آمادگی مطلق خوبی وجود داشته باشه در این صورت ممکن نیست، به صورت نسبی باید کار کرد و ما در راستا تا حد زیادی خوشبین هستم که با وجود دسایسی را که دشمنا برای ما ریختن، با وجودی که تبلیغات را میکنن، از جمله ایالات متحده آمریکا تشویش های معین را ایجاد کرده، به این مفهوم گفته امو قسمی که شما هم دو یادآوری کردین، ای که جامعه جهانی به اجازه خود آمد و به اجازه خود میره و در این راستا کمک های متناسب را به این مفهوم نکنه که هنوز هم باقی بمانند، به این مفهوم بکنه که امنیت ما امنیت جهان است، به این مفهوم بکنه که ما در خط مقدم مبارزه علیه ترور قربانی دادیم، به این مفهوم بکنه که مذاکره در چوکات معینش داخل شد، به این مفهوم بکنه که طالب من حیث اولادی وطن دیگر است، بم بشکهی و انسان کشی و انفجار و انتحار دست برداره و آنهایی که دست نمی برداره دستشان باید قطع شوه، فرصت لازم سیاسی ایجاد شوه که طالب من حیث جز استیج سیاسی برنامه های خود مشروعیتش از ملت بگیرن، نه از دفنگ. برای ازی تمام ازی کار کردن و ای همه را مورد بحث قرار دادن و کار به اهل کار سپردن، بله تمام چیزهای است که در پیش ما هست، اما متحد زیادی خوشبین هستم و در این راستا آن برنامه های را که دشمنان برای ما ریختن به یقین عملی نخواهد شد. بله آقای سعیدی، چه فکر میکنید که بعد از این پشتیبانی و کمک نیروهای آمریکایی و هم آمریکا از نظامیان افغانستان و از افغانستان چگونه باید باشه؟ از امو ابتدا و همی حال هم سپارش مچونین بود که عسکر و سرباز خارجی برای کشور دیگر خوشبختی نه آورده. آنهایی که هزارها هزار میل به اصطلاح دورتر از این کشور، از فرهنگ این کشور، از کلتوری کشور، از زبان این کشور آمدن، در جبهه دیدن، کسی را که ریش داره، قرآن کریم میخوانه، نماز میخوانه، دستار داره و تفنگ هم داره به خاطر امنیت خود، برای از تعریف دشمن همین بود و به میخاطر هم هزارها هزار انسان بیگناه کشته شد، در حالی که تاریخ افغانستان با تفنگ پیوسته است، ریش دارن، مسلمان هستن، قرآن میخوانن، نماز میخوانن و حکومت امنیتش گرفته نمیتونه، در خانه تفنگ داره، بم داره، به خاطر اینکه دختر خود نگاه کنه، به خاطر اینکه بچه خود نگاه کنه. آنهایی که از کلتور تمدن و سرباز خارجی آمدن و از منطقه معین سرش حمله شد و اینا مجبور به او حمله بکنن، هزارها هزار انسان بیگناه را کشتن، شهید کردن و به بدبختی مواجه ساختن. عسکر خارجی به هیچ کشوری خوشبختی آورده نتانسته، اما امی که ما میگویم کمک خارجی به معنای ترحم نیست، ای امنیت داری کشور
با وجود بیشتر از 20 سازمان تروریستی بین المللی کمک به اینها کمک به خودشان هست. برای ما نباید به چشم ترحم نگاه بکنیم. ما برای افغانستان باید من حیث ادای رسالت نگاه بکنن و در این راستا کمک های مادی، تربیت نظامیان و امکانات یک سلسله بین المللی را دادن منظور است و افغانستان به حال خود ترک نکردن به این مفهومی که بازم تکرار نکنم ترحم بر ما نه، ترحم بر خود. به این خاطر در این راستا میتونن چون این امکانات را اینها وظیفه اساسی خود را اجرا نکردن، عوض بمباردمان قریه ها و به اصطلاح مراکز در افغانستان که معین وجود داره، اینها باید به پاکستان از جایی که ترور صادر میشه، اینها باید از ایران از جایی که ترور صادر میشه، در اوجا باید این مسئله را حل میکردن و حال باید حل بکنن. به این خاطر رفتن رئیس جمهوری افغانستان و رئیس جمهورهای افغانستان و حکام افغانستان به پاکستان و در اینجا در آنجا چند عکس یادگاری گرفتن و در این میان توجه جهان گشتاندن که ما کمک میکنیم، کمک چی هست؟ از چک پست های نیروهای نظامی پاکستان آنهای عبور و مرور مسلحانه میکنن که نظام براندازی دارن در افغانستان، در شهرهای پاکستان در حضور نظامیان پاکستان جلسات نظامیان نظام برانداز در افغانستان دایر میشه، در یوتیوب وجود داره، رهبران پاکستان به صورت صریح پرویز مشرف، جنرال زید حامد و دیگر جنرال ها از جمله جنرال اسد درانی که رئیس استخبارات پاکستان بود و حال در جامعه در لباس جامعه مدنی به افغانستان میآید و او اعلان میکنه که این پول های را که ایالات متحده آمریکا سر نظامیان افغانستان مطرح به اصطلاح به خرج داده، این کلش به هدر خواهد رفت. یعنی اینها برنامه دارن به خاطر به هدر دادن این چیزها. بله تشکر از شما. دوباره برخواهیم گشت به ادامه صحبتهایتان. آقای آلوی میخواهیم از شما پرسم که آیا بعد از این حکومت افغانستان و مسئولین رهبران از کمک و پشتیبانی امریکا به گونه درست استفاده خواهند کرد، خواهند توانست که به خودکفایی مکمل برسند و به گونه مستقلانه از کشور دفاع بکنند، در حالی که در این اواخر از زمانی که آوازه های خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شنیده شده و این کار عملا هم داره کم کم صورت میگیره، وضعیت افغانستان ناامنی ها بیشتر شده، در شمار زیادی از مناطق افغانستان نبرد جریان داره. با این حالت که هست، آیا میشه بعد از این کمک ها و این پشتیبانی آمریکا را به گونه درست دریافت کرد و در جای درست استفاده کرد؟ بله، سوال از ما بود جناب خانم؟ بله بله، از شما آقای علاوی. بله. ببینیم که بقای یک دولت، بقای دولت یک نظام، مهمترین چیز عدالت است که متاسفانه که حال گذشت، ما نمیخوایم به گذشته ها زیاد بر بگردیم. من معتقد هستم که اگر عدالت مراعت میشود در تمام سطوح ما هیچ مشکل نداشتیم. افغانستان هیچ وقت از مداخلات همسایه ها دولت های منطقه و ابرقدرت ها نخواهد شد. یعنی یا همیشه حضور دارند. مهم ایست که آیا کسی که در رأس حکومت هست چطور میتونه مثل یک ترافیکی که در یک چهار راه هست، چطور میتونه به اصطلاح مسیر این چهار راهی را خوب اداره بکنه و طبق نیازی که هر کدام داره، اگر هر کدامش میخواید حضور نیروهای خارجی در افغانستان منافع و منابع بود، یا برای ما منت نبرن که ما آمدیم در افغانستان این میلیارد مصرف کردیم، ده برابرش، صد برابرش اینها بردن. اینها خودشان آمدن و منافعی که استراتژیست های اینها دارن در افغانستان آمدن منافع. چرا یا بیشرمانه میگن که منافع ما در فلانی جای در خطر است؟ وقتی که میاین بر سر تصاحب منابع کشورها اینها جنجال دارند، چی همسایگان و چی کشورهای ابرقدرت.
این مهم ایست که دستن در کاران دولت باید از این فرصت استفاده میکرد. یا متاسفانه ما یک رقم ما یک بعض وقتی تو میگیم میگیم بعض وقتا انسان شکمش گشنه است، بعضی هاست میگیم چشمش گشنه است، این چشمش سیر نمیشه. این رهبرای ما یا که بر علیه قدرت زدن یا چشمشان گشنه است. اگر این برای ده نسل خود امکانات گرفتن، خب برای این کشور، برای مردم بیا خوب کار بکن که مردم تو را دوست داشته باشه، در هر بخش منظم کار بکن. و پیشترم گفتم که اگر ما در حالت طبیعی کار میکردیم هیچ تشویشی نداشتیم. حال حالت استقرار آمده، یکی از بحثش مسئله صلح و جلسات است، یکی امر خروج است. و نظر من اگر دولت هم تو که میگه که ما نیروها داریم، بازم میگم برای نیروهای نظامی اطمینان بده که مردم ها دیگه بازی نمیتن، تعهد بکنن که نمیتن امین نیروهای ما در حالت استقرار بیایه، انشاءالله مشکلی نیست. و دولت را از سر اگر رئیس جمهور واقعا میخواد کار بکنه، بحث بازماندگان شهدا، کسایی که درد دارن، اینها بیشتر میتونستن در حفظ نظام افغانستان کار بکنن که واقعا دولت با ما جفا کرد. جفا کرد. حالا ما نمیگیم ما مخالف نظام نیستیم، همین نظام برای فعلا خوب است، اما کارکردش بعض وقتا بدتر از طالب است، بدتر از داعش است. خودش زمین سازی کارا میشه و در درون دولت داعش از طالب است و کشورهای ابرقدرت که در حضور دارند در افغانستان، اینها خود داعش و طالب درست کردند. یک واقعیت است دیگه. وقتی خودشان یار درست کردند و خودشان در افغانستان نیست، ما توقع داشته باشیم که اینها نخیر. ما باید هوشیار می بودیم، دولت مردا باید هوشیار می بود که آرام آرام به کشور جور می کردن. کار اساسی و بنیادی در بخش صحی، در بخش تعلیم تربیت، تحصیلات، معادن، زراعت، اینها چی کار کردن؟ ببینید وقتی کار نکردن مردم فقیر است، مردم سرباز و هیزم این نیروهای متخاصم قرار گرفتن، چون کار درست و اصولی نشد. و حال بحث ایست که به حالت استقرار است. من معتقدم که دولت حرکت بکنه، نسبت به نشستن ده بخیزه و بدوه، میتونه یک مقدار در بحران، یعنی مدیریت بحران به دست بگیره، فداکاری بکنه. بله، تشکر از شما. آقای سعیدی، میخواییم بپرسم که چقدر میتونه که خروج آمریکایی ها از افغانستان یک راه حل بر پایان جنگ باشه؟ زمانی که به فتوای مفتی طالبی که در سه لایه هست، رهبری قطر و دوها، کماندان های وسطی و سرباز جمعی و مدارس، مبرر شرعی از اونها حضور عساکر کفری در افغانستان برای از او جالب نیست. قرارداد و عدم قرارداد و یک دوست نگفا. دیروز ما مصاحبه یک برنامه طالب میشنیدم، در اوجا میگه که ما مصالحه ما با حکومت اساس مصالحه حدیبیه هست، یعنی مسلمان با کافر. اینها با همچو مسائل از چونین دیدگاه نگاه میکنن. جنگ از اونها، آنهایی که در جبهه می جنگن و سر به کف گرفتن برای شهید شدن و رسیدن به امو برنامه هایی که اعتقادات دینی از اونها به تعبیر خودشان هست. یکی از عوامل جنگ، شما با مولانا فضل الرحمن با مصاحبهش مراجعه بکنین و با دیگر مفتیهای طالبان مراجعه بکنین، اونها جواز جهادی و جنگی را در افغانستان حضور نیروهای کفری میدانند. لذا فهم ما از مسئله چنین هست، هر کسی هر تعبیر میکنه، که وجود نیروهای کفری در افغانستان عامل جنگ بده و ادامه دهنده جنگ است. لذا ای به این معنا نیست که همه، یعنی ما گفته میتانم که در بیشتر از 50% موارد ای که پاکستان از این چه سو استفاده میکنه و ای که ایران از این چه سو استفاده میکنه
و به خاطر رسیدن به اهداف خود که ما در مورد اعمار بند کمال خان به تفاوت نخواهیم ماند و به صراحت اعلان می دارند و در پاکستان چطور می توانند با یک سلسله اهداف اقتصادی و سیاسی خود در افغانستان با استفاده از مدارسی که ایجاد کردن می رسند. این گپ است کاملا حال واضح. آقای پرویز مشرف می گوید که ما مسیونرهای نظامی خود، سربازان خود، مجاهدین افغان و مدارس و طالبان در مدارس و بخشی از مجاهدین کشورهای عربی را منظم ساختیم تا در افغانستان در مقطع معین زمانی اول علیه روس و کمونیسم بخاطر اهداف ایالات متحده آمریکا و دیگر ها کار بکنن و بعدا تاکتیک های دیگر و استراتژی های دیگری. در همچو زمان، در همچو مقاطع مختلف، وجود نیروهای کفری به تعبیر ایده از اینها سبب جنگ هست. لذا خروج از این نیروها در واقعیت امر توافق طالبان در دوحه و ایالات متحده آمریکا که من دیگه شما مبرر شرعی دوام جنگ از بین میبره. لذا خروج از اینها به نفع افغانستان هست. خروج از اینها به خاطر آوردن صلح در افغانستان کمک میکنه و بالاخره مردم افغانستان به پای خود باید استاد شوند و از وطن و ناموس خود دفاع کنند و چنین توانایی ها در اینجا هست. مطمئنا در راستا با استفاده و توجه به شهدا، در راستای تجارب کسب شده نخبگانی که هنوز هم میتانند در این راستا، جنرالان قبلی میتانند به نحوی از آنها کمک بکنند، دقیقا این تمام مسائل باید مورد دقت قرار بگیره و در این راستا به دقت گفته میتانیم که اگر در جهان امروز که قریه شده، اگر یک کشور که آل اکثرا در کشورهای اروپایی 2% الا 4% به اصطلاح عواید ملی خود در رابطه با وسایل دفاعی مصرف بکنند، اگر در عصر امروزی یک کشور به صورت مستقل بخواهد 90% به اصطلاح عاید ملی خود در دفاع از وطن خود استفاده بکنم، باز هم امنیت خود گرفته نمیتونه به خاطر اینکه جهان گلوبال شده. به این خاطر نقش خود ما در این راستا جای خود داره، اما چون جامعه ما، کشور ما جزء جهان هست و در جهان امروز بدون ساختارهای جهانی و امنیتی جهانی نمیتونیم ما به صلح لازم برسیم، ضرورت است که جامعه جهانی نه کمک بکنم بلکه ادای رسالت بکنه که امنیت ما امنیت از اونها است. به این خاطر این تمام عرصه ها را در نظر گرفتن و در روشنی از او مطمئن هستم که ایدیال نخواهد بود. ما هر جایی که کار می مثلا نسبی هست، اما با تمام این ابعاد مختلف قضیه ما خوشبین لازم هستم. ما معتقد هستم که مردم افغانستان از خود دفاع خواهد کردن. بله، و تشکر. در نبود نیروهای خارجی ممنون. بهتر دفاع. آقای سعیدی و آقای علوی، میخوایم از شما پرسم که چقدر واقعا خوشبین بر آینده مردم افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی هستین؟ فکر میکنین که سرنوشت مردم افغانستان چه خواهد شد؟ وضعیت آینده افغانستان چه ارزیابی میکنین؟ من خدمت شما عرض کنم کوتاه، من جلسه که رئیس جمهور در مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده بود در روز عاشورا، من به رئیس جمهور گفتم که اگر رئیس جمهور، اگر میخوای نخبگان که واقعا کار متخصص هستند، در دیده هستند، کار فهم هستند، چی از کمونیستای سابق، چی از مجاهدین سابق، چی از تکنوکرات، تو باید بید پس کوچا بپالی پیدا کنی و اونها نمیآیند پیش تو، به خاطر اونها کار بنیادی اساسی را میخواهند. یک راه حل است که دولت امیال هم اگر میخوای واقعا پیشگیری بکنه، مراجعه بکنه به اینمی اشخاص هایی که هستن، اینها را دعوت بکنن در تمام ابعاد کشور، در تمام بخش ها وظیفه بتن و یا عرض کنن. بحث دوم ای که
بحث دوم ای که ببین همین کسایی که ما شما میگیم دارم می جنگن جنجال خلق میکنن کلش وابسته به کشورهای همسایه است. شما بگین ایران طالب نداره که داره، پاکستان نداره داره، روس داره نداره. ما نظر ما ایست که تیم حاکم با اصل اینها بشینن اطمینان بتن، منافع را برای تقسیم بکنن و اگر یکی از این همسایه‌ها در این بحثا نباشد در کشور افغانستان صلح نمی‌آید. ما پارسال، پرارسال، چند سال قبل گفتم که در بخش صلح و آرامش در افغانستان باید تمام همسایگان کشورهایی که همیشه بوده با افغانستان در جنجالش، در کمکش، در این که میخوای منافع خود بگیرن مثل هند، ترکیه، آن قطر و کشورهای بزرگ باید اینها همهش در یک جلسه باشن. یک کشور خارجی همسایه اگر در این بحث صلح افغانستان نباشن ما صلح را نمیبینیم. راه دیگر ایست که بله دولت آنقدر خود را قوی بکنه که هیچ نیاز به کشورها نداشته باشه، این راه سومش است. پس تیم حاکم سه برنامه را بگیرد، بیاید از این کسایی که من گفتم در بحروی که جریان های سیاسی هست ما حرف نداریم، مخالف هم نیستیم، گرچه خوش ما نمیه، اونها را در کار عملی از این میان داخل بکنیم، وظیفه بکنیم که وقتی که پول گرفتیم، امکانات گرفتیم، برو کار کن. کسایی را که هیچ ندادن و آنها بهتر از اینها هستن، اینها را هرچی عاجل نخبگان و خوبان اینها را دعوت بکنن در تمام ابعاد وظیفه بدن و در بخش با کشورها بشینن. وقتی که تو میگه با ملای ده بساز، ده را بچاپ، آقا با ملا بساز، با کلانی کشورها بساز، با هم بشین. من بیشتر چی گفتم؟ کچه دوست ما گفت فکر بکن که امروز به نفعت هست که زهره بخوری یا زهره نخوری. بیشی با اینها واقعا بشینن صحبت بکنن و یا اگر این دوتا هم نمیده گزینه سوم که حال وقتش نیست، باید از اول کار میشد که حکومت آنقدر سر پای خود استاد میشد، میگم بفرمایید خودتان آمدید خودتان میرین، بفرمایید ما این ضرورت نداریم، ما توانمندی داریم و توانمندی خود نشان بکن که این سه مرحله اگر انجام بده انشالله که انشالله با دعای خانواده شهدا، مردم هم گناهکارن، مردم ما بسیار در گناه غرقند. بله تشکر از شما آقای علوی، ممنون آقای علوی که در این بحث با ما بودین و همچنان آقای سعیدی تشکر از شما هم که در این بحث با ما بودین. زمانه برنامه به پایان رسیده و بیننده های عزیز تشکر از همراهی شما هم تا این دم. خداوند نگهدارتون.